خانواده های نیازمندند که برای دریافت کمک به اینجا صف بستند. این کمک ها از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان و یک شرکت چینی به نیازمندان توزیع می شود. موږ هر ناحیه هر حوزه هغه دپاره موږ سروې لرو، موږ تحقیق کوو، هغې بایومتریک تذکرې مطابق دی نه ګوته لګوي او هغې ته ټولې موږ د قوم نه او د ناحیې نه او د وکیل ګذر نه او د نور ادارې نه او د ټولو نه موږ الحمدلله د دې نه کومک وخته دی موږ همکاري کړی دی په دې باره کې. به گفته این شرکت چینی، این کمک ها بخشی از کمک های 100,000 دلاری به نیازمندان است. این شرکت چینی میگوید که در نظر دارد تا برخی از شفاخانه ها و مسجد ها را نیز در افغانستان بسازند. کمک امروز به ارزش 100,000 دلار برای مردم افغانستان از سوی اعضای این شرکت انجام شده است و ما در آینده افزون بر کمک های خوراکی، کمک های دیگری نیز خواهیم داشت. از سوی هم برخی از شهروندان کشور از اینکه کمک دریافت کرده اند شادمانند، اما برخی از کسانی که از این کمک ها بهره‌مند نشدند شکایت دارند. ما به این کمک ها انچه نباشند، بعد خودشان ما برای ما کار پیدا کنند. این کمک ها خود یک روز است یک روز نیست. برای ما هیچ کدام کمک صورت نگرفته، از اون اول مرحله تا آخر مرحله نه کدام کمک است نه کدام چی است. همه تو که مانده ایم هستیم. قلانتینا باید سوال اگر ما یک روپا کسی کمک کرده باشد. یعنی می که کراچی هست در روز یک نیم ساعت سر. شش ماسکره خانه قرض دارستیم. از پسی برق و از کل اجزار ما می گیره. این کمک ها در حال به نیازمندان توزیع می شوند که کمک های جهانی و نهادهای مدد رسان تا کنون تأثیر چشمگیری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور نداشتند.